اینجا بزرگی بسیاری از سازه ها متعجبت میکنند. ارتفاع این میشه بزن 21 متر. وزنش 1500 تن میشه. در صنعت کشتی سازی کشور و اینجا در ایزوئیکو میگویند برایشان کار نشد ندارد. اگر کار سنگین‌تر و بزرگتر بشه، اراده ما برای انجامش بیشتر میشه، که این پشتوانه حرف ما تخصص و دانش بومیه که توی چند سال به دست آورده. در گوشه ای از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندرعباس، سه سکوی نفتی منطقی هنگام در حال ساخت است. بخش ساز فلزیش تقریبا 95% پیشرفت داره و وارد فاز نصب تجهیزات و پایپین شدیم. همه مراحل طراحی، ساخت و نصب تجهیزات را هم خودشان اجرا می کنند. این مخازن تحت فشارمون هست که کارکرد پالایشی داره و در 10 سال گذشته کشور خارجی بر ما می ساختن که الان بومی سازیش کردیم. در گوشه دیگری از مجموعه ایزوئیکو دو نفتکش در حال تعمیر است. تعمیر و اوورال موتور اصلی، رنگ و سندبلاست بدنه، تعمیر وینچ ها، الکتروموتورها، لوله کشی، والو ها، ژنراتورها و تعمیرات سازه‌ای و هر آنچه رو که نیاز باشه. ایزوئیکو اقیانوس پیماهایی مانند ایران عراق، ایران شهر کرد و ایران کاشان را هم با موفقیت ساخته است. در بحث تعمیرات حدود نصف هزینه‌ای که در کشورهای حوزه خلیج فارس برای تعمیرات کشتی انجام میشه، ما اینجا کشناورا رو تعمیر میکنیم. در حوزه ساخت هم حدود 1/3 هزینه که واسه ساخت شناور در اون کشورها شناور میسازن، ما اینجا شناورا رو میسازیم. در بوشهر هم برخی از غول‌های دریایی کشور در مجموعه صنایع دریایی ایران صدرا ساخته میشوند. یک دهه گذشته صنعت ساخت کشتی های اقیانوس پیما در کشور عزیزمون بومی شده. چند سال پیش نخستین نفتکش 113 هزار تنی افراماکس به سفارش یکی از مشتریان خارجی ساخته و بلافاصله پس از تحویل آن دومین نفتکش نیز با همین ظرفیت آماده شد. این افتخار ملی خودمونه، یک کشتی رو ساختیم. ما ایرانی میتونیم و قدرتش داریم، از این بهتر هم میسازیم. وجود منابع وسیع نفت و گاز و ناوگان بزرگ دریایی باید پشتوانه‌ای محکم به نام صنعت کشتی سازی داشته باشد. البته این یک روی سکه است. با توجه به اینکه ما در نزدیکی تنگه هرمز قرار داریم که بخش بسیار بزرگی از تجارت جهانی به خصوص تجارت نفت از طریق اون داره انجام میشه، فرصت اقتصادی بسیار خوبی هست که ما بتوانیم برای اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده از اون استفاده بکنیم. پیشرفت صنعت کشتی سازی کشور را نه تحریم ها متوقف کرد و نه حالا ویروس کرونا. توانمندی مجموعه صنعت دریایی کشور امروز به این شکل هستش که میتونه تقریبا تمام ظرفیت ها و سفارشاتی که از طرف بخش دولتی، بخش خصوصی در تمام حوزه های شناور، چه شناورهایی که به صورت تفریعی سفارش داده میشن، شناورهای نظامی و شناورهای تجاری، ظرفیت ها رو پر بکنه و نیاز کشور رو برطرف. صنعت کشتی سازی ایران دیگر آن صنعت وابسته به تکنولوژی خارجی نیست. صنعت کشتی سازی را صنعتی مادر و استراتژیک مینامند، صنعتی که در ایران حالا به پختگی رسیده است و باید بیشتر از گذشته به آن اعتماد کرد. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.